درود میفرستم به مهمان عزیز و کارشناس برنامه جناب آقای دکتر پیمان رؤوفی عزیز، همراهمون هستم و قرار هست که از امروز به بعد با توصیه‌های روانشناختی در خدمت ایشون باشیم. جناب دکتر، اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگان عزیزمون بفرمایید، در خدمتون خواهیم. بله، بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبی که صدای ما رو الان از هر طریقی دارن دریافت میکنم. امیدوارم هر کجای گیتی پهناور که تشریف دارن سالم و سر حال باشن. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. فکر میکنم بد نیست با توجه به اینکه اولین روز از هفته مبارزه با سرطان رو داریم طی میکنیم، در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم و اصلا اینکه بیمارانی که سرطان دارن چطور اصلا باید باهاشون برخورد کنن. این برای من همیشه خودش جای سوال بوده و دوست دارم راجبش اطلاعات داشته باشم. اگر راجب این موضوع بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم بسیار عالی میشه و نکته‌ای هست اگر در این رابطه به ما بفرمایید خیلی خوبه. بله حتما. توجه داشته باشیم که وقتی فردی به سرطان مبتلا میشه، فقط جسم اون نیستش که تحت تاثیر این بیماری قرار میگیره و روان او، افکار او، احساسات او، حتی رفتارهایی که او داره، اینها همه تحت تاثیر قرار میگیره، به علاوه افرادی که در کنار او هستند، یعنی احتمالاً همسر او، برادر و خواهر او، پدر و مادر او، فرزندان او، دوستان او. و اصولاً این بیماری سرطان یک بیماری است که اصلا میشه گفت اونقدر ترس و وحشتی رو ممکنه در خود فرد و اطرافیان او به وجود بیاره که رفتارهای متفاوتی رو هم ما در قبال اون فردی که این بیماری رو گرفته میبینیم. بعضی ها هستن ممکن اصلا نخوان در مورد این بیماری صحبت بکنن، بشنون، اسمش رو بیارن. اصلا من دیدم، برخورد کردم به افرادی که اصلا اسم سرطان رو نمیتونن بیارن و به زبانشون نمیاد. اینها افرادی هستن که شاید دوری میکنن، جدایی میکنن، خیلی با اون فرد اصلا دیگه نمیخوان سر و کار داشته باشن یا در مورد بیماریش با او صحبتی بکنن. بله. اما از یه طرف هم افرادی هستن که خب اون فرد رو دوست دارن، میخوان دلسوزی بکنن، ترحم بکنن، یه کاری بکنن که معجزه کرده باشن، درد او رو یه دفعه از بین برده باشن. و اونها هستن که حالا باز به قول فرمایش شما میخوام ببینیم که اونها هم چگونه حالا باید رفتار بکنن و چگونه با اون فرد رفتار داشته باشن. اینی که ما از چند جهت میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم. یکی خود فردی است که بیمار شده و این بیماری خب یه اسم خیلی بدی داره و ممکنه خودش رو دیگه در شرف از بین رفتن و از دنیا رفتن و به آخر زندگی رسیدن ببینه و این یک ناامیدی و بی انگیزگی و در نهایت اون افسردگی شدید رو برای او به وجود میاره که احساس غم و اندوه رو در بر داره که بهش میگیم افسردگی. بله. اما اینی که در نظر داشته باشیم، حالا من تخصصم واقعا درمان بیماری سرطان نیست، ولی از روی تجربه‌ای که همه ما دیدیم، هر بیماری سرطانی کشنده نیست. بله. و بسیاری از سرطان ها بودن که با رسیدگی به موقع، با شیمی درمانی، با ریدییشن و پرتو درمانی کنترل شدن، از بین رفتن و فرد سالهای سال تونسته به زندگی خودش با سلامت ادامه بده. پس یک مرحله اول اینه که ما تا به محض اینکه این اسم رو میشنویم، چه به عنوان خود فرد چه به عنوان اطرافیان، فکر نکنیم که این مساوی حکم اعدام هست و حالا قرار طرف بعد یه مدت کوتاهی از بین بره. به هیچ وجه اینطوری نیست و این کمک میکنه که اون فرد و اطرافیان اون انگیزه درمانی رو پیدا بکنن و بیان به دنبال درمان بگردن، به دنبال راهکار بگردن که چگونه میتونن اون زندگی سالم خودشون رو ادامه بدن و داشته باشن با کمک پیشرفت‌های بسیار پیشرونده‌ای که امروزه در دنیای علم پزشکی ما شاهد هستیم که هر روز داره این تحقیقات به نتیجه میرسه و درمان‌های خیلی بهتری ارائه میشه.
بله اینه که این یک مسئله است که واقعا خود فرد و اطرافیانش در نظر داشته باشن که راه حل وجود داره. زمانی که ما از لحاظ روانشناسی ببینیم که یک راه حلی وجود داره، یک مدیریتی میشه کرد، یک کنترلی وجود داره، یه مقدار خیلی زیادی از استرس ها و فشارهای ما پایین میاد. زمانی که میبینیم ما جلوی یه بنبستی قرار گرفتیم و یه دیواره و دیگه هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، اونجاست که حال و احوالمون خیلی بد میشه. ولی وقتی میبینیم که راه حلهایی وجود داره، در روهایی وجود داره، یه راههای دیگری هست که میتونم من از اون مسیرها خودم رو نجات بدم، این خیلی حال من رو خوب میکنه. متشکرم از شما. پس بنابراین امید همچنان زنده است و بعد بگیم که علمم با توجه به اینکه روز به روز داره پیشرفت میکنه، میتونیم به این امیدوار باشیم که همه عزیزانی که خدای نکرده دچار این بیماری هستن، قابلیت این رو دارن که درمان بشن. و امیدواری بالاخره چیزیه که ما باید همه داشته باشیم و اینم میتونه اون بحث اصلیش باشه، درسته؟ این گام اوله، این گام اول امیدواری است که من دلم میخواست حالا در این بحثی که امروز کوتاه با هم دیگه داریم بتونم این رو جا بیاندازم که بحث امید و این که ما ته این تونل تاریکی که شاید الان درش قرار گرفتیم به عنوان بیماری خودمون یا بیماری عزیزمون، یک نوری وجود داره و من اون نور رو بتونم ببینم و این نور است که به ما اون انرژی رو میده که بتونم جلو برم، اون امید رو میده که بتونم به دنبال درمان بگردم. و تحقیقات ثابت کرده افرادی که دچار بیماری های سختی میشن از جمله بیماری سرطان، احتیاج به دیدن اون نور ته اون تونل تاریک دارن و درست. اون امید است که میتونه بهشون به درمان رسیدن و به بهبودی رسیدن بسیار کمک بکنه. بسیار خیلی متشکرم از شما بابت صحبت‌های ارزشمند امروزتون. از شما اگر صحبت دیگه ای نیست خداحافظی می‌کنیم در اینجای کار و فردا باز با شما در ارتباط خواهیم بود.